ذوق زدگی حکومت افغانستان از پیام یک فرمانده جدا افتاده طالبان. شورای امنیت ملی افغانستان از پیام ملا معتصم آقا جان برای گفتگو با طالبان استقبال کرد. داغ شدن بحث رسوایی گذشته کلینتون همزمان با بالا گرفتن سر و صداهای نامزدی هیلاری کلینتون. سلام و وقت شما بخیر. به فراخبر با من یماس یاوش خوش آمدید. شورای امنیت ملی افغانستان از سخنان ملا معتصم آقا جان از رهبران طالبان استقبال کرد. ملا معتصم آقا جان چند روز پیش در پیامی از آمادگی گروه طالبان برای گفتگوهای صلح سخن گفته است. بر پایه گزارش ها هفته پیش نشستی با حضور شماری از مقام های طالبان بر ریاست معتصم آقا جان رئیس پیشین کمیته سیاسی طالبان در شهر دبی برگزار گردید. در این نشست ملا معتصم آقا جان با نشر اعلامیه خواستار صلح و ثبات در افغانستان شده و گفته جنگ را حل نیست و طرف های درگیر باید از راه مذاکره به تفاهم برسند. شورای امنیت ملی افغانستان در واکنش به اعلامیه ملا آقا جان گفته جلسه شورای امنیت ملی از صدور پیام اخیر تحریک اسلامی طالبان مبنی بر قائل شدن رجحان به صلح به عنوان وسیله ارزنده و مؤثر به خاطر ختم بحران کنونی در کشور و اظهار آمادگی آنها به منظور حمایت از تمامی جریاناتی که متضمن صلح دائمی در کشور گردد استقبال نموده و از صدور پیام متذکره حمایت نمود. معتصم آقا جان در سال 2011 میلادی به دنبال اختلاف با بعضی از فرماندهان نظامی طالبان در کراچی مورد سوء قصد قرار گرفت و به شدت زخمی شد. او به همکاری حکومت افغانستان به ترکیه منتقل گردید و اکنون در آن کشور زندگی می کند و گفته می شود عضویت شورای رهبری طالبان را دیگر ندارد. آیا واقعا طالبان برای گفتگو با حکومت افغانستان حاضر خواهند شد و آیا استقبال بلافاصله حکومت افغانستان ناشی از ذوق زدگی و تقلای بیش از حد برای رسیدن به طالبان نیست؟ فیض الله جلال استاد دانشگاه و سالی محمد ریگستانی عضو پیشین مجلس نمایندگان برای بحث بیشتر با ما هستند. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید. جناب استاد واقعا این تقلای بیش از حد و ذوق زدگی نیست چیزی را که شورای امنیت ملی در واکنش به پیام معتصم آقا جان انجام دادن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و سلام بر مهمان عزیزتان آقای ریگستانی. ما فکر میکنم که شتاب زدگی گفتین. چی گفتین؟ ذوق زدگی. ذوق زدگی. ذوق زدگی نیست. پس چی است؟ بسیار یک چیزی طبیعی است. یکی از آرزوهای همین دولت است که با طالبان مذاکره بکنن و طالبان را به دولت بیارن، در ساختارهای مهمی دولتی جا به جایشان کنن و به همین ارتباط است که رئیس جمهور اینا را برادر میخوانه و هر دو معاون رئیس جمهور هم در برابری امر مهم سکوت کردن. فکر میکنم که پروگرام اساسی یا پالیسی اساسی آقای کرزی و حامیان آقای کرزی و متحدین منطقویش و هر دو معاونش و بسیاری از وزراش عمی است که باید در برابر آمدن طالبا پیش از پیش ما خوشی کنیم و ولی آیا میشه ذوق زدگی نیست علاقمندیشون نشان میده؟ نه، ذوق زدگی به این دلیل که آیا این صدا میتونه صدای طالبان باشه و یا صدای کسی که به حمایت و همکاری دولت افغانستان به ترکیه منتقل شده برای مداوا؟ ما فکر میکنم که اگر توجه کرده باشین چند روز پیش طالبای پاکستانی با دولت پاکستان مذاکره کردند با میانجی چند شخصیتی بسیار مهمی دولتی و چند شخصیتی که از حامیای طالبای افغانستان و حامیای طالبای پاکستان بودند. او یک روشی تازه بود، یک حرکت جدید بود که از او میتونن طالبای افغانستان هم الهام بگیرن. چرا کسی که طالبای افغانستان به وجود آورده بود او در جنب هیئت دولتی بود که به نفع دولت کوشش میکردن که طالبای پاکستانی را با نواز شریف و حکومت پاکستان نزدیک بکنن و یک راه حل برش پیدا کنن.
ما فکر میکنم که از امو روش در افغانستان هم پیروی خواهد شد و علاق و حرفایی که آقای کرزی میزنه حرفا تصادفی نیست، چی در افغانستان، چی در ترکیه، چی در هر جای دیگر که طالبا را برادر میخوانه. ما براتون یک چیز بگم که حرفای آقای کرزی نیست، حرفا این حرفا در نهایتش فکر میکنم حرفای آمریکایی هاست، حرفای انگلیس هاست و حرفای پاکستانی هاست. آقای کرزی میگه که آمریکایی ها نمیگذارند که آقای کرزی به طالبان برسد. این گپ را کس دیگه قبول نمیکنه، این گپ را دیگه کس قبول نمیکنه. من فکر میکنم در پشت پرده توافق کلی صورت گرفته است، همان طوره که بعد از بن ستون فقرات حکومت آقای کرزی نیروهای شمال و نیروهایی که از غرب آمده بود تشکیل میداد، آل ستون فقرات حکومت آینده را باید طالبان تشکیل بتن و در هسته مرکزی حکومت آینده باید اینا جابجا شوند. چون این تصمیم تصمیمی تنها آقای کرزی نیست و تصمیم پاکستان و حامیان پاکستان است در سطح بین المللی، بهمی خاطر است که بسیار بیباک بدون ترس و حراس آقای کرزی از نزدیک شدن با طالبا، از صحبت با طالبا، از مشارکت طالبا در حکومت آینده در قدرت صحبت میکنه. اگر خلاف چیزی است که آقای کرزی میگه، آقای کرزی انتقاد داره که آمریکایی ها نمیگذارند و پاکستان هم مانی است برای این روند. آقای ریگستانی، چقدر این صدا، این پیام ملا معتصم آقا جان را میشه گفت که صدای طالبانی است که میرزمن و صدای ملا عمر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه جناب استاد که من افتخار شاگردین شان دارم، به نظرم اول خو این جلسه به اجلاسی که در ترکیه شد یک نوع ارتباط میگیره و گویا تلاش هایی که در اونجا به خاطر تشویق طالبان به پروسه مصالحه صورت گرفته گویا نتیجه داده. اما حقیقت چیز که ملا معتصم بالله معتصم آقا جان طالب حکومتی است، نه طالب دشمن، و او نمایندگی از طالب هم کرده نمیتونه. در حقیقت این صدایی است که با موافقت حکومت افغانستان بلند شده، گویا یک طالب یک اعلامیه به خاطر صلح داده و کوششی به خاطر صلح داره و گویا از طالبان نمایندگی میکنه. در حقیقت این درست نیست، بلکه این طالب حکومتی است، با کابل رفت آمد داره و از طالبان هم نمایندگی کردن نمیتونه و یک دلیلش هم است. نقطه دوم که میخواستم بگویم نیست که قبلا سرتاج عزیزی اعلان کرد که طالبان حاضر نیستن با حکومت آقای کرزی مصالحه کنن و وقت کم باقی مونده. در حقیقت پاکستان آماده نیست برای آقای کرزی در دو ماه باقی مونده لقب قهرمان صلح بده و واضح اعلان کردن که اونا منتظر هستن تا حکومت بعدی بیاد. بنان این تلاش ها به هیچ صورت یعنی صدای طالبا و اراده طالبا به خاطر صلح نیست. برای آقای جلان میگن که همه تلاش ها به این جریان داره تا طالبان آنچنان که در بن حالا گروه هایی به قدرت رسیدن، طالبان پس از این به قدرت برسن. در این شک نیست که خود آقای کرزی و کسای زیادی در حکومت آقای کرزی، حتی در می کاندیدایی که در مناظره هستن، میبینیم که کسایی هستن که با جان و دل یکی از بزرگترین آرمانایشون است که طالبان را بیارند سهم در قدرت کنند و به این ترتیب موقف خودشان در حکومت قوی بسازند. اما تا جایی که من از طالبان شناخت دارم، طالبان خودشان در آستانه پیروزی میبینند. اونا منتظر هستند که نیروهای خارجی از افغانستان خارج شود. اونا حتی آقای کرزی غیر مستقیم تشویق میکنند که قرارداد امضا نکنه و اونا در منتظر پیروزی نهایی هستند و هدف ازشان یا سرنگونی رژیم در افغانستان است یا ای که بخش مهمی از قدرت در افغانستان باشند. بنان به نظر من زمان و شرایط برای آمدن طالبان آماده نیست. بله آقای جلال، شما موافق هستین که این یک صدای طالب حکومتی است که حالا بلند شده برای اینکه نشان بده اون نشست سه جانبه هم چندان بی نتیجه نبوده؟ در این جای شک شبه نیست که طالب، همونطور که جناب ریگستانی صاحب فرمودن، یک طالب است که در میان کابل و انقره، در میان کابل و قطر، در میان کابل و ریاض، حتی شاید اسلام آباد و جاهای دیگه هم، فرانسه، پاریس، بن، در گشت و گذار است. اما سوال اساسی است که امی دولتی کیست؟ امی آقای کرزی و معاونینش اینا کی هستند؟ شما چرا تفره میرین؟ حقیقتش ایست که اینا انگشت شماری میکنن
و آرزو دارند که طالبا برگردند تا پاکستان خوش شوه و حامیان طالبا خوش شوه و اینا یک جا با طالبا حکومت بکنند و جزوی ترین عکس العمل هم در برابر این مسائل نشان نمیتن، سکوت هستند، سکوت مرگبار. ما فکر میکنم که حکومت آینده هم یادتان باشه که یک حکومت مطلق لیبرال ها نخواهد بود، یک حکومت مطلق مجاهدین نخواهد بود، یک حکومت مشارکتی خواهد بود، ولو که هر کسی ببره، مثلا هر یکی از این برادرها که ببره باز مجبور هستند که دیگار در قدرت سهیم بکنن و پیش از پیش آرزوشان است که طالبان را به قدرت برگردانند تا پاکستان از مداخله در امور داخلی افغانستان دست بکشه و اینا آرام حکومت بکنن. ولی در این خصوصا طالبان نشان دادن که به هیچ صورت حاضر نیستن که کنار بیاین. اونها قطعا میخوان امارت اسلامی خودشان را داشته باشن و خودشان همه چیز را به دست بگیرن تا اینکه حالا بیاین در یک مشارکت و در اون سیاستمداران دیگر باشن. همونطور که جناب ریگستانی صاحب گفتن، بسیار دقیق گفتن که طالبان هوای پیروزی را در سر میپرورانن. این دقیق است. اما طالبا به این نتیجه هم رسیدن که از رای جنگ به پیروزی نخواهند رسید. رای صلح به کلی مسدود نساختن. ببینین در قطر ششتن، اما میخوان که در این پروسه صلح دست بالا داشته باشن. به یک مسئله بسیار مهم اشاره کردن، چوکی های کلیدی را به دست بگیرن و این چیزی است که یک مقدار هنوز شاید وقت باشه، اما آیسته جناب کرزی و تیم ناکام دولت آقای کرزی راه را برای همون روز هموار میکنن که اونا بیاین و در قدرت. اونا هم به این نتیجه رسیدن که به تنهایی طالبان حکومت کرده نمیتونن. اونا مجبور هستن که یک عده تکنوکراتا را، یک عده نیروهای موجوده دولتی را در قدرتشان نگاه کنن. دیده نمیشه در حرکات طالبان که بخواهند که کسی دیگری هم در قدرت سهیم باشه با طالبان. چنین است واقعا طالبان میخواهند که گروه های دیگری هم اگر حکومت تشکیل بتن یک چنین سازشی داشته باشن؟ چنین چیزی به نظر میرسه؟ تاریخچه طالبان تاریخچه صلح نیست. اینا از گذشته مصالحه را با کسی ندارن. اساسا نمی طالبان بر اساس فرمول جمع کار نمیکنن، بلکه بر اساس فرمول منفی کار میکنن. فرمول جمع یعنی طالبان جمع دولت افغانستان، جمع اپوزیسیون، جمع نهادهای مدنی مساوی با اجماع ملی و صلح، بلکه اونا بر اساس فرمول منفی کار میکنن. فرمول منفی چیزی است که در یک مذاکره تو مصالحه باید حکومت افغانستان نباشه، باید استاد ربانی نباشه کشته شده، باید احمد شاه مسعود نباشه، باید اپوزیسیون نباشه. تا حال هر چی که اینا کار کردن بر اساس سیاست حذف طرف مقابل کار کردن و به اون خاطر است که استراتژیشون استراتژی راه حل نظامی است. البته ایرم طالبان میفهمن که دیگه زمان به نفعشان نیست، شاید نتونه یک جانبه قدرت به دست بگیرن، اما این فرصتی نیست که هنوز 100 هزار نیروی خارجی در اینجا باقی مانده و اینا در این فرصت بیان ظرف دو ماه دیگه مصالحه کنن. من فکر میکنم که منتظر هستن که تمامی عساکر خارج شوند یا قسمتی که باقی میمانند او وقت از دست بالا، چنانچه استاد گفت اینا از یک موقف قوی اگر نمیتونن در رأس قدرت بیان باید یک بخش مهم قدرت باشن. بنابراین هنوز طالبان به نظر ما بر رای حل نظامی و بر پیروزی نظامی و یا دستاوردهای نظامی تاکید دارن و ما کوچکترین نشانه یا علامه مصالحه عملی را نمیبینیم. حالا سرنوشت کسانی که اسامه بن لادن را شهید میخوانند در حالی که در بدنه حکومت و دولت افغانستان قرار دارند، سرنوشت اینها چه خواهد شد؟ کسانی که رجزخوانی دارند بر آمدن طالبان در دولت افغانستان. خوب دو مرحله است. یک مرحله تا انتخابات است که اگر انتخابات، آیا طالبان این افراد را خواهند پذیرفت، کسانی را که حالا نزدیکی های به طالبان نشان میتن؟ من پیشترم گفتم که حتی در گذشته وقتی که طالبان به قدرت رسیدن بدون اینکه با طالبان ارتباط داشته باشن صرف بر خاطر علایق قومی که با اینا داشتن از آمریکا و نیویورک و اروپا اینا صدای موافقت با طالبان را میکشیدن. حتی جنایات طالبان را اینا توجیه میکردن در زمانش، حتی اینا را نیروی ملی میگفتن. بله اینجا کسایی هستن که یا رزور دارن، اما تا جایی که من طالبان را میشناسم من فکر نمیکنم این کسایی را که منتظرشون هستند در حکومت خود بپذیرن مگر ای که یک ناچاری و ناگزیری باشه. فکر میکنم اون ناچاری چه خواهد بود؟ اون ناچاری است که اینا جنگ طولانی شود، یعنی بعد از خروج نیروهای خارجی هم چه قسمان چی کاملا جنگ طولانی شود و اینا از پیروزی نظامی مایوس شوند. در وقت است که یک راه مذاکره و مصالحه واقعی به وجود میاد. با
آقای جلال، سرنوشت کسانی که حالا نزدیکی نشان میتن با طالبان و فکر طالبانی چه خواهد شد پس از اگر گروه طالبان به قدرت برگردند یا چنین سناریویی در کار باشه؟ ببینین، طالبا را باید مجرد مطالعه نکنیم. طالبا را در ارتباط با دوستای منطقوی و جهانیشان مورد مطالعه قرار بدیم و دوستایی که در داخل ارک و در داخل افغانستان دارن. علایقی از اینا را هم در نظر بگیرین و طالبا در نهایتش به نظریاتی از اینا وقع میگذارن و طالبا به او حد چی نیستن که گپی هیچ کس در دنیا و در افغانستان، حتی گپی حامیان خود و دوستان خود هم قبول نکنن. طالبا خود سنگ نیستن، انسان هستن، همه چیز تغییر میخوره، طالبا هم تغییر میخورن. اونا مجبور هستن که واقعیت های جامعه را، واقعیت هایی که در دنیاست، در سیاست بین المللی است، او را در نظر بگیرن. شما یادتان است که یک تعداد برادرها می گفتن که ما سایه اعلیحضرت محمد ظاهر شاه را همراهی مرمی میزنیم، ولی در ارک آوردن شاندنش، نام بابای ملت هم برش دادن و یک تعدادش دوستایش هم بوسه کرد و برش مهمانی هم داد. ما باور دارم روز فرا خواهد رسید که طالبان ذهن خود تغییر میتن و طالبان آهسته آهسته به این نتیجه رسیدن که از طریق نظامی نمیشه، همان طوری که همین دولت هم. متناقض از با اون تحلیل پیشتر که حالا طالبان منتظر از این هستن که برگردن به قدرت از راه نظامی. نه ببینین، خب اگر اونطوری خودشان نیست. برگردن طالبان دیگه برای کسی جای نخواهند عرض داد. کنم طالبان جنگ میکنن تا سطحی که بالاخره به قدرت برسن، اما اونا به این نتیجه رسیدن که به تنهایی نمیتونن به قدرت برسن و قدرت حفظ کنن. حالا اگر به قدرت اونطوری بر بگردن، افراد دیگر چی نیاز است که جابتن و در کنارشان باشه؟ با تجربه که امارت اینها داشت در افغانستان، با توجه به اهمیت استراتژیک افغانستان، اهمیت جیوپولیتیک افغانستان، علاقه که امریکا، علاقه که انگلیس، علاقه که روسیه، علاقه که چین، علاقه که ایران و ترکیه و عربستان سعودی و پاکستان و هندوستان در افغانستان دارند، هیچ گروهی به تنهایی نمیتواند تشکیل حکومت کنه. مجبور است که حکومت یک حکومت مشارکتی. یک 5 سال امارت طالبان نشان داد که چنین کاری هم امکان داره در افغانستان. در دوران جنگ بودن طالبا و در یک دوری دیگه بود، و دورم ترک دوستمان گفت یک دوری منفی بود، اما من باور دارم که طالبا این بار با تغییرات اینا وارد قدرت میشوند و وارد بازی سیاسی میشوند و متاسفانه او پاگیزگی و او نجابت و او قدسیتی که در طرف مقابل طالبا در گذشته وجود داشت، یک عدد افراد محدود او را یک مقدار خدیشه دارم ساختن، جریحه دارم ساختن و علاقمندی مردم ما را هم کم ساختن و روحیه زید طالبانی را هم ضعیف ساختن و حتی به حدی که امروز در بعضی جاها مردم با تمام نارضایتی که از گذشته طالبا دارن دعا میکنن که خداوند طالبا را برگردانه که از شر از این فساد پیشگان و دزدان و چپاولگران ما نجات بیاویم. این هم در نظر بگیرین شما. بنابراین من فکر میکنم که دوستان طالبا چی در سطح منطقه چی در سطح جهان به این نتیجه رسیدن که به تنهایی نمیتوان یک حکومت طالبانی ساخت، بنابراین باید یک حکومت مشارکتی را بسازیم و کاندیدای محترم هم متوجه باشین که یک تعدادش از حکومت مشارکتی گپ بزنند و حتی یک تعدادی از این میگه که اگر ما قدرت را گرفتیم مانند اون درخواست های یک طرفی است که آقای کرزی در چند سال گذشته نشان داده. آقای ریگستانی، چرا این روحیه ضد طالبانی اینقدر تضعیف شده چنان که آقای جلال میگن؟ یک دلیلش است که جامعه بین المللی و دو ابر قدرت بزرگ ناتو و امریکا با 160 هزار نیرو و 350 هزار نیروی خود ما تقریبا با 500 میلیون سرباز و حمایت و مصرف گزاف موفق نشدن که طالبان را یا از بین ببرن یا شکست بدن یا تا امروز سر میز مذاکره وادار کنن. چیزی که باقی میمونه است که این جنگ باید خود ملت افغانستان علیه طالبان پیش ببره با پشتیبانی از اونا. تا وقتی که طالبان از پیروزی مایوس شوند و راه حل یک مذاکره به شکل واقعی باشه و طالبان هم باید یک مقدار عقب نشینی کنند. فراموش نکنین که طالب امروز یک ماشین کشتار است، یک ماشین جنگی است و در جنگ است که اهمیت دارن. شما یک طالب از دست شلایش بگیرین چند کلدار میارزه؟ امروز باید اینا بجنگن تا وقتی که بتونن یا در اصل قدرت بیان یا یک بخش مهمی از قدرت شوند. ما فکر نمی کنم که طالب ظرف 2 ماه آینده، حتی چند سال آینده به این نتیجه برسن که با پیروزی نظامی نمیتونن به قدرت برسن و باید در خودشان انعطاف و نرمش نشان بدن و خود با شرایط
داخلی و شرایط بین المللی آماده کنند. به خاطر که طالبان یک نیروی است، فعلا یک نیروی است که مربوط به گذشته است، به قرون وسطا، نه به درد امروز میخوره نه به درد آینده. یگانه راهی که باقی میمونه که در اثر فشار جنگ و مایوس شدن از پیروزی اینا حاضر شوند در خودشون تغییر بیارن و وارد یک پروسه سیاسی شوند. این که میگن که باید در برابر طالبان خود مردم افغانستان جنگ بکنه، اشاره شما به کدام گروه است؟ حکومت افغانستان منظور... یا گروه های خاص دیگری؟ منظور ما دولت است. منظور ما دولت افغانستان. یعنی در این جنگ ما باید به تنهایی پیش ببریم. نیروهایی که حتی محدود هم در افغانستان باقی میمونن اونا در جنگ مشارکت نخواهند داشت. در جنگ حالا با علاقمندیهایی که در مورد طالبان وجود داره در درون بدنی دولت افغانستان، فکر میکنین چون این جنگ پیش بره اگر نیروهای خارجی نباشند بر ضد طالبان؟ از اظهارات بعضی کاندیدا که ما دیدیم که حتی نام طالبان نگرفتن و حتی نگفتن که دشمن است، برعکس چون در مرحله کمپاین هستن نخواستن بگن که برادر ماست، چون میخواهند که نشان بدن که ما برگ ارتباط نداریم. اگر امینا به قدرت برسن، ما یقین دارم که اینا امتیازات بیشتر از آقای کرزی به طالبان خواهند داد و نتیجه مثل آقای کرزی منفی خواهد. سپاسگزارم. سالی محمد ریگستانی، عضو پیشین مجلس نمایندگان، و فیض الله جلال، استاد دانشگاه، ممنون از حضور شما. در پایان هم یک خبر کوتاه ببینید. خدا نگهدارتان. میت رامینی، نامزد پیشین حزب جمهوری خواه آمریکا برای ریاست جمهوری، در گفتگوی با شبکه خبری ان بی سی گفت: فکر می کنم اگر هیلاری کلینتون نامزد ریاست جمهوری شود، حرف های زیادی در خصوص سابقه کاریش برای گفتن خواهد داشت. من تصور نمی کنم که مسئله بیل کلینتون تاثیر چندانی بر نامزدی وی داشته باشد. با وجود این، رامینی که فرماندار پیشین ایالت ماساچوست بوده، خاطر نشان ساخت بیل کلینتون باعث شرمساری ملت آمریکا شد. وی مسئولیت خود را زیر پا گذاشت و من به عنوان یک بزرگسال و یک رهبر که با وی رابطه داشتم چنین عقیده ای دارم. فکر می کنم که این خیلی تأسف برانگیز است، اما فکر نمی کنم که در این زمینه هیلاری کلینتون باید توضیح دهد. او سابقه کاری خود و دیدگاه های خاص خود را نسبت به این که قصد دارد کشور ما را به کجا ببرد دارد. همچنین فکر می کنم که این مسئله در رقابت های ریاست جمهوری سال 2016 مفصلا مورد بحث قرار خواهد گرفت. در سال 1998 افشای رابطه غیر اخلاقی بیل کلینتون با مونیکا لووینسکی، کارآموز 22 ساله‌ای کاخ سفید، منجر به استیضاح وی و محاکمه اش شد، اما کلینتون از اتهامات مربوط به استیضاح تبرئه شد. همچنین سناتور رند پال چند پیش برای نخستین بار مسئله بیل کلینتون را مطرح کرد و از دموکرات‌ها نسبت به اینکه کلینتون را به خاطر رابطه تجاوزگرانه اش بخشیده و گفتند که جمهوری‌خواهان با زنان سر جنگ دارند، مورد انتقاد قرار داد.